سلام و وقت بخیر. با گلشنبه خوش آمدین. امیدوار هستیم هفته خوشی داشته بوده باشید. ما و همکارانم خانم نادره کریمی و مریم یوسفی باز هم در خدمت شما هستیم و مطالب جالب و دیدنی هفته را خدمتتان پیشکش میکنیم. برنامه این هفته حاوی مطالب جالب است و مهمان عزیزی هم با خود داریم. در برنامه گلشنبه صحبت‌های ما خودمانی است و بیشتر روی مسائل جالب هفته صحبت میکنیم. ما بیشتر صحبت نمی کنم، همکارایم می خواهیم امرتان صحبت کنم. بسیار تشکر. من به نوبه خود سلام های گرم خدا خدمت تک تک از وطندارایم در هر کجا که قرار دارن تقدیم می کنم. امیدوار هستم صحت باشن، سلامت باشن، عافیت باشن. مریم جان، بله، ما هم سلام میگم به بیننده عزیز ما و همچنان برای شما و سلیمان جان همکارای بسیار خوبم در برنامه. در این برنامه بسیار عزیز را دعوت میکنیم که هم بیننده های ما از شنیدن حرفاشون و از دیدنشان خوشحال شدن و هم ما چند لحظه صحبت داشته باشیم. امروز جان مرگی مرا کرد دیوانه لا گل دانه دانه. نظیره جان، پیش از اینکه بیشتر بدی به او سمت بری، از این هفته بگو چی کردی، چی دیدی، چی شنیدی؟ بگو از ما چی دیدی، چی دیدی، چی شنیدی، که تو آوی وحشی ز پیش من رمیدی، ز پیش من رمیدی. چی دیدی، چی شنیدی؟ جنجال، صحبت های تلفنی، رقص، تیک تاک، در تیک تاک، سوشل میدیا، هر کجا کلیپ روان میکنن رقص. پشپو یک پارچه رقص کردم، باور کنین که در عذاب ماندم. یک عروسی رفتم از یک دوستم، این پسره گفت پدر مادر من اینجا نیست، مریم جان عروسی دارم، در عروسی ما بیاین. اتفاقا نمی افتتاح یا مو دیدمشان یاسین جان ناز مجددا برش تبریک باشه. گفتم من مادرت، اگه قبول نمیکنی ما این درت کال مادرت. گفتم قار نشه، رفتم خودمانی کردم، یک پشپو انداختم. پشپوی ازارگی البته که رقص جز فرهنگ است. همی صبحش میاییم که تیک تاکرا و سوشل میدیا زنده باشند، دیگه چیز نیافتن اونمو رقص نزیره را. همی هر دوتا و باز تلفون ها میایی رقص کدی، میگه بلبل به فغان و سنبل به خموشی، هر کس به طریقی که توانست ادا کرد. چی کردی او بابا؟ رقص کردی. این نظیره جان خود به رضای خدا که رقص کنی، نما تو میمارش کدام برنامه دیگه هم رقص کرده بودی؟ برنامه افغانستان، روز افغانستان. بسیار تشکر که یاد میکنین. امی هر جایی که مسئله ملی باشه، هر جایی که جشن استقلال باشه، هر جایی که وطندارم باشه، هر جایی که پرچم افغانستان بود، هر جایی که دول سرنای بود، هر جایی که هنرمندای خود ما بود، رقص ما چالان است. بله و آگاهانه. دقیقا. و ما روزانه را میریم، مثلا نان میخوریم، کار میکنیم و همیشه بدن ما در حرکت است. رقص هم جز حرکت چیز بیش نیست، خب فقط یک کمه که شاید ظرف نشوی ولی قسم دیگه دست دور بوده. وقت ظرف شن اگه آدم قی طرف طرف میده و یک نفر نمیه بگه که نشوی که ظرف نشوی، ولی همی که دست در رقص دور دادی خلاص دنیا خراب است. ولی یک گپ است که من رقص بسیار دوست دارم نظیره جان، و باید من فکر میکنم که بفهمیم که کمی باید به خاطر خوشی خودم حرکت بدیم بدن خدا. خیر است اگه کار میکنیم، قسترس، قفشار، قچکل چیز. مردا تعصب داره. من نمیفهم که سلیمان جان در رابطه چی میگه. کتاب فروید بخونین عزیزا که در مورد رقص چی گفته. در هندوستان جز مسائل مذهبی و دینی شان است. یک اکسرسایز است یا یک ورزشه. یک روز نظر جان ما و شما برنامه و خیلی یک رقص میکنیم انشالله. کاش کنم بلد باشم. یک برنامه خوشی البته. خیر برای اید، ایدم نزدیک است، نمکه و بخوریم. اید نزدیک است، خیر. بیشتر خود یک گپ زدی گفتی که عین ظرفشستان خود در این چکه است. همین ظرفشستان ماشین و کارم میکنن دیگه مجبور است. نه، یک متافور است، یک مثال است. مثلا اگر روز صبح تا شب کار کنی کس نمیگه که چقدر کار کردی. نه، وقتی باز یک دو دانه رقص کردی باز کلگی در تشویش بفته. برصورت بله، ما دوست داریم نظر جان، هم اگه دوستان داره او بسیار مردم های اندک هستن که او کار میکنن. قربانتان، فقط ما یک بای بمیر ارتباط گپ شما میزنم. ما کار خدا میکنیم، دلتان میگه دانی که چرا دار مکافات شدیم، ناکرده گناه چونین مجازات شدیم، کشتیم خرد و دار زدیم دانش را، در بند اسیر صد خرافات شدیم. بله، خرد بسیار میبرنش به خرافات. فلانی رقاص است. خب ما خو میفهمیم، ما مطمئن باشیم، شما مطمئنا مردم دوستان داره مگی و بسیار تعداد کم است که میدوار سیمونا دایت شون. دایت جان، شما هفته گذشته در گیر چی بوده؟ هفته گذشته والا ما بیشتر برنامه اول گلشنبه نشر شد، دوستا دیدن،
من فقط در هفته گذشته از هر جای کوشش میکردم بفهم که مردم چی فکر میکردن درباره برنامه و درباره از این یکم دغدغه ما می بود. دغدغه ما بیشتر در این هفته بود و یکان زرک انتقاد یا کارم بشنوه و برای با خوبی خود آدم و با خوبی برنامه کمک میکند. و هفته گذشته مرا مصروفیت زیاد ما دمی تیر شد. بله. شما چطور؟ با کل وقت کار بودم، دفتر بودم، یک روز نامدم کمک خسته بودم و امروز خستگی خود کشم و یک کم عکاسی کردم، یک کم درس خواندم. مترانی نکردی؟ درایوری هم کردم. می بفهمید که در هایوی باید عادت کنم. اینجا مثلا در سپید 80 و 70 باید بری و ما هیچ وقت در افغانستان درایو نکردیم و هم در هایوی. امورا مو تمرین ما ادامه میتم هر روز. غیر از اون درایو نکردی در افغانستان؟ در افغانستان موضوع امنیتی بود که من هیچ وقت نخواستم موتر بگیرم بخاطر از اینکه در کوچه و پس کوچه میترسیدم که یکی بیای پیش روی استاد شوم اول خود موتر تایم برای دوم خود اگدم کتنپ میکردید خدا نکرده بله متاسفانه این مشکلات بود و به این خاطر یک تاکسی بود یک کاکا رو میشناختم همیشه زنگ میزدم میامد من رو دفتر میبرد پس میارد خوشبختانه اونم بود دیگه کارم میشد احتیاط در هر کار خوب است احتیاط و تعادل در چیز خوب است راستی یادمون هست که ما در اول برای کلگی وعده کردیم که مطالب جالب داره و مطالب جالب هفته را سرش گپ میزنیم یکی از مطلبای جالب این هفته بود که دوستا با جشنواره کن آشنا هستن یک جشنواره فیلم است که در فرانسه هر سال برگزار میشه و خودش در پهلوی از اینکه فیلم های مختلف بر بار اول دیگه نمایش داده میشن همه گی کوشش میکنن که جایزه اول از این فستیوال که به نام نخل طلایت میشه از خود از آن خود بسازنده ایجا امسال این جشنواره یک ویژگی خاص دکم داری است که یک تن از هموطنهای ما حتیک جان رینی یک نویسنده و فیلمساز بسیار مشهور و زبدی افغانستان هم در زمره داورای از این فستیوال است بیشتر بسته تصویری هم داریم که میبینیم این فستیوال راستی هر سال وقتی که فستیوال برگزار میشه یک پوستر که نماد از این فستیوال از هم بر بار اول به نمایش گذاشته میشه امسالی یک تصویر سیاه و سفید از یک تن از هنرمندای مشهور فرانسوی به نام خانم دونو است که در سال یکی از فیلم های بسیار قدیمی ازشان گرفته شده بوده و این فیلم فعلا این تصویر از فیلم باعث پوستر استفاده میشه این در سال 1968 تصویر گرفته شده تصویر سیاه سفید که امسال در نمایش نماد یکی از پوسترهایش ای فستیوال من اجرا رسیده خانم بسیار مقبول است من این رقم مویه بسیار دوست دارم میال مویه های تمتر شده نگفته نمونه که مرد تجدید خاطرات قدیم کرد خانم پریسا مرسال یادم آمد چهره خانم کترین و خانم پریسا مرسال میمانه و یکی دیگهش چهره میمان ما را فعلا روبروی میشیشته دوستای یادتانه را که یک میمان بسیار خوشگل داریم راستی جشنواره این تصاویر را که میبینین مربوط به تصاویر جشنواره سالهای گذشته است این رقم که میبینین جانی دپ یک تن از هنرپیشه مشهور جنجالی دقیق در آخر همراه خانم اسبق خود یک قضیه داشتن به یکی از محاکم و بر بار اول امسال یکی از فیلم های جانی دپ دوباره در فستیوال کان به نمایش گذاشته میشه برای اولین بار است که بعد از امو جنجال که داشتن گفته شما پس دوباره روی صحنه نه بله مو وقت زیاد دیگه میار تیک تاک میرفتی اینستاگرام میرفتی فیسبوک میرفتی یوتیوب میرفتی کلش قضیه رقص معوار شده و اینا نگوین مقصود نزیر جان وقتی که اینا بسیار مردمای مطرح هستن و امو قضیه جان بسیار به شکل بزرگ پوشش داده شد و کلا کی گپ میزده روز هر کس میامد و تومت هم بود به خیالم بالاخره کیس بود تا کیس به نفع خودش ختم شد بله یک مسئله دیگر یاد کردین دکن آقای عتیق ریمی رو یاد کردین یادشان بخیر اتفاقا من چند ماه پیش همراه قبلگاهشان شفیع ریمی یک مصاحبه داشتم و اتفاقا از امی پسر خود بسیار به نیکویی یاد میکرد من هم میفهمیدم که پسرشان گرچه میالی هم استاد استان در فرانسه افتخارات افغانستان است یکی از خصوصیات خوب گلشنبیه همیست که اینه طور خبرهایی را که افتخارات افغانستان همچنان به اصطلاح به سر دوستان میرسانه تعداد میبینید؟ تعداد راستی امسال هم یاد منره که 21 فیلم امسال به خاطر دریافت نخل طلایی
فستیوال رقابت میکنه. فیلمای هنری سمیش. همیشه فیلمای هنری هستند که سراسر جهان به این فستیوال با شرکت میان و امیدوار هستند که نخل طلای ازی مسابقات فستیوال به دست بیارن. بله، من وقت در مورد آقای عتیق رحیمی شنیدم بسیار خوشحال شدم که ما گرچه اکثر مواقع خبرهای ناخوشایند میشنویم از هموطن و وطن ما و ولی بسیار خوشحال کننده است که ما چنین خبرهای را میشنویم و در خبر در بلوتنان خبری ما چنین اخبار را میداشته باشیم. بر آقای رحیمی از اینجا ما تبریک میگیم و بر خود ما تبریک میگیم که تبریک بر کل مردم افغانستان. امیدوار هستم یک روز میمان ما شود. بله واقعا بر علاوه راستی فستیوال به خاطر این فستیوال میگن که مثل یک جوایز نیست، تنها جوایز نیست، در حاشیه از این فستیوال میمانی های بسیار مجلل تشت بله میمانی های باشکوه دارن و کانفرانس هاست در پهلویش، نمایش های عکس و فیلم های جدید، فیلم های کوتاه در پهلوی جوایزی که در اخیر از این فستیوال ادا میشه. ای وقایع دیگه هم در چهار طرفش رخ داره. بله نمیتونه نمانه که خودمی شهر کن شما والا اتفاقا اگر پولدار شدم میرم در جنوب غرب فرانسه است و بسیار قشنگ است. هتل ها میگه یک سال پیش بک میشه مریم اگر ما تو بریم یک سال پیش هتل ها چقدر قیمت. و میگفتم هتل های نیویورک در جریان جنرال اسمبلی سالانه شش ماه هفت ماه پیش، اما واقعا هم تر که گفتین به بانه از اون میمانی هست و سایل هست و ساتیری هست چقدر پول بدست میارن. خوش به حالشان و به امید روزی که ما هم بتونیم چنین جشنواره‌ای داشته باشیم چقدر خوشایند است. کلگی از خود باشیم و فیلم های ما باشه در مورد قصه های مختلف فیلم باشه و ببینیم. بخاطر که فیلم بسیار یک موضوع مهم میتونه، یعنی تاثیر بسیار مهم روی افکار یک جامعه داره. و خوش به حالشان ما وقتی یک فیلم این ببینیم که در مورد یک افسانه میگه یا یک کتاب میگه یا یک کلا یک مثلا در مورد فیزیک میگه یک موضوع، بسیار احساس خوشبختی میکنم که انسان ها به اینمی ظرفیت رسیدن که چنین چیزایی را میسازن که همین ذهن تا پیچایش باز کنه. واقعاً چه قوه تخیل بسیار عالی دارن که چیزی را به تصویر میارن بر ما که حتی در ذهن ما نمیگنجه. امیدوار هستم گفته شما یک وقت تا حالی که داستانایی که از افغانستان دارن داستانای همیشه غم انگیز بوده، اگر در فیلم هم یاد شده همیشه جایی بوده که باعث تاثر است، ولی به هر حال با امیدم امید دنیا با امید خورده شده. میریم یک وقفه کوتاه و دوباره برمیگردیم. یادتان نره مهمان داریم که شما هم مشتاق دیدار هستید. خوش آمدین دوباره مریم جان. یفته مهمان ما کی است؟ مهمان نازنین ما به استودیو تشریف آوردن، یک مهمان بسیار نازنین، دوست داشتنی، بسیار خوش کلام و از همه مهمتر با چهار زبان آهنگ خواندن، یک آوازخوان بسیار دوست داشتنی. ما لطیفه جان عزیزی را کنار خود داریم، همونطور که تخلصشان عزیزی است و اما تعزیز هم هستن. خوش آمدین به برنامه. قربانتان مریم جان، همچنان سلام به خودت به خانم نذیره جان عزیز که بعد از یک سال میبینم. و خالت مریم جان چند ماه پیش در شب یلدا فکر کنم بله. یک برنامه دیده بودم و قبل از او امروی خودت چندین برنامه داشتیم بله. در کابل خیلی خوشحال هستم و سلام ببخشید سلام باشم که شما این طرف خوششتیم چی رفتن اگه سلام نمیدادی؟ سلام به شما، خوب هستین؟ انشاءالله صحت مند. تشکر، خوش آمدین و قربانتان زنده باشین. و سلام خاص جداگانه تقدیم هموطنان عزیزم میکنم از طریق تلویزیون آمو. انشاءالله کجور صحت مند آرام باشن. نام خدا سنمت چر سال میکنم. من متاثر هستم نذیره جان. عشوه و ناز و اداخر آمان رفتار داری، شیرین گفتار داری. نام خداست لطیفه جان. شیرین گفتار، شیرین رفتار، میربان، نازی، نازی پسان برش راجع به قربانتان زنده باشی. باز اگر شیر نازی رو گفتم خفه نشی. نه نمیشم. نازنین بی وفا تو را مهمان کدیم، جان زندگی خدا و تو قربان میکنیم. دوست داشتنیستی، هنرمند ماستی، همه دوست داره، به دل همه عزیز هستی. گفتیم مریم جان خوش آمدی. قربانتان لطیفه جان. ما در شروع برنامه از هفته‌های گذشته خود گفتیم که درگیر چه چیزها بودیم. شما چی درگیر چه چیزها بودین؟ بلا مریم جان میفهمین مسافری گپا. من دیگه کوبیده شدم بخی اینجا. از وقتی که اینجا آمدم دیگه نه خواب مالم است، نه نان خوردنم، نه بیرون رفتنم، نه کارم، نه بارم. خلاصه
گد ود هستم. خب این هفته باز بهتر بود، یک دو جایی که دوستای میمانی رفتم ساعتم تیر بود. تا در غیر از او بسیاری وقت در خانه هستم، فقط درس میرم و کار نمی کنم فعلا. دیگه خوب از زندگی است مگذره، جار جنجال خود داره، مسافری است دیگه و یک تنهایی است. دی مطمئن دی دی یعنی دی دو سال گذشته همگی تجربه بسیار متفاوت داشت. هیچ ما آمادگی ذهنی نداشتیم با چه مشکلاتی، ولی خب کس نمیفهم از این دی کسی که براستی هم مریم جان مثلا ما و شما را در سوشال میدیا یا در تلویزیون که میبینن فکر میکنن که ساعت ما و شما بسیار تیر از مثلا خانم نظیره اینا همگی ما را، کسایی که در روی پرده است اونا رو فکر میکنن ساعتشان تیر از برعکس که همگی ما از کسایی که آمستن زیادتر کوبیده شدیم. یک گپ هست لطیفه جان که ما کل موبایل فایم در ساتری کنم، گپ بد نیست. بله. اگر ما یک کم خنده میکنیم، ساتری میکنیم، رقص میکنیم، یک دوست خواهیم بیریم، یک چکر میریم، یک لباس خوب میبوشیم، عکس میگیریم در یک جایی. مرکت را میزنی رقص میکنیم. فقط باز یادآوری کنم که ایر اول باید بفهمیم که مثل که تو شبانه روز ما 24 ساعت از هر ساعت امو آفتاب فرق میکنه، در شب امو مهتابش فرق میکنه، ما هم جز این امیم طبیعت هستیم، تغییرات داریم، انسان هستیم و یک بار فقط ما به دنیا میاییم، یک بار از دنیا میریم، چانس از ایره نداریم که بار بار به دنیا بیاییم، بار بار مستی شوخی خود کنیم و بار بار جوان نمیشیم. بله. خب همونطور که شما گفتین سختی ما معمولا البته اشتباه می سوشال میدیا که شمی هسته که یک قسم امی فوکس ایت سر سخت مردم قصد سختی های خود نمیگن، باختری که زود قضاوت میشن و فقط خوشی خوب از ما یک دفعه میگم در خانم که امی وقتی که شیر میکنیم اکسا خو خیلی باید دیگه حق مردم از دیگه که باز بفهمن پشت سن آرام که چقدر ما زحمت میکشیم بزر رو شیر کنیم باز میگه گیره سایکو مشما باید صدا دادی باشه برای جان که دیگه امون خلال یک مسئله است میگن شاد بودن هنر است و شاد کردن هنری والاتر. دیگه ما کوشش میکنیم که خود ما شاد باشیم، حق هر انسان است و در زندگی مهم هم است. نمیتونیم همیشه زندگی پر از غم و پر از رنجی که ما داریم او را به نمایش بگذاریم. ما شما میخواییم که خود چند دقیقه هم حق داریم که شاد باشیم و اگر شادی خود با دیگر را شریک میسازیم، اگر دیگر را شاد میشن مثلا با هنر شما، با یک خواندن شما میخواییم، با یک رقص که شما کردید نظیره جان، اگر کفر لبخند به لبش میاد، اگر شک شاد کدر است، به نظر ما هنر است. خیلی بینیم ما خود پیش خود میگیم، اما مثل که مریم پیشتر گفت که مردم ما را خدا اصلاح کنه و باید خیر باشه. از هنر گفتیم لطیفه جان عزیز، ما بیشتر خود با هنرت مشناسیم، در مورد میفهم در این وقتهای سخت فکر میکنم یک چیزی که شاید زیاد به درد خورده باشه هنرت هست شاید هم نی نمیفهم، میخوایم از خود بشنم در این باره. والا مریم جان خب از وقت که آمدیم از هنر موسیقی تقریبا نه که بسیار زیاد دور مانده ایم، من فقط در سوشال میدیا کم بیش فعالیت میکنم، پس از هنر موسیقی بسیار پسمان شدیم. انشاءالله خدا مهربان است، من کوشش خودم میکنم که در اینجا مثل افغانستان بعضی آهنگا بسازم. البته نه مثل آهنگای سابقم، چون حتی برادر خودم که در خانه است بعضی وقتا مرا میگه تو تا آهنگ نداری که مثلا یک نفر شاد باشه بشنوه یا یک نفر غمگین باشه. یعنی خب جوانی مستیا بود، 10 سال که ما 10 سال است که در یا شروع کار بود، شروع کار بود و تجربه نداشتم، کسرام نداشتم و یک چیز ماندگار باشه انشالله. اوت یک چیز میخوایم بخوانم، از او خاطرم هست که من در این مدت دور هستم از هنر و از شما تشکر میکنم که بازم از من بیچارگک یادواری کردین در برنامه گلشنبه که چقدر نام جالب داره. نامت برسم شما مستان خواد پرسیم در این مورد، ولی لطفا جان شروع به نظر مهم همی پروسه است، هیچ مهم نیست که آدم خوب است که یک آدم بفهمه که بعدا چی کنه، ولی ما گاهی گذشته خودم یادم میاد به خودم میگم که آفرین مریم، او مریم که تو بودی تلویزیون یک مثلا یک وقت کار میکردم یک آن دفعه برنامه خود نایم بیرم میگیم این چیست ما گفتیم، ولی براستی هم مریم جان ما خودت در برنامه آمدیم چند دفعه خودت هم خیلی خورد دختر بودی و یادم هست لاغرک خورد دختر بودی، سنت خورد بود و حالا هم خورد دختر است. نظیره جان خونم خدا دیگه ما یک دوای شانه باید بگیرم که مثل نظیره جان هم تو جوان و کاکوان هم تو آمیش قربان تجدید خاطرات قدیم کردی شیرنیتا داده بودم نامزاد کرده بودم مرد یک جنجال خدا انداختی. چی جنجال ما خبر ندارم باشن که من میرم رو دفتم بین چانس برای
سلیمان جان میتیم که از دید یک مرد با توجه به شرایط فیلی سوالاتی که دارن از لطیفه جان بعد از اون تجربه را هم سوالی که بزیر ما سوال هم نیه دیگه در خطشون لطیفه جان از یاد کرد که جوانی ها بود هنوز هم جوان از خودش سوال خود من بود شما فکر کنم از جمله پیشگامایی بودین که در برنامه ستاره افغان بودین از از امی شروع چون یکی از اولین دختر خانمای بودین که بسیار پیش رفتین از دورای بعد دو شرایط واقعا از امیدوار هستم که خاطرات را که دارین باید سیدی شود که دوباره امو مبارزات دو وقت داشتین امو حیمت را که نشان دادین حالا هم در زندگی اینجا با وجود که مشکلات هست امیدوار هستم که با امو استقامت پیش برین حتما دوباره پس سرپایتان میشین از زمانی که شما در وجود دست به استیج ستاره افغان بودین و امو سفر را تایی میکردین از او بگوین چی احساس داشتین در او وقت چی باعث شد که شما را پیش ببرد تا اوجا با وجودی که شما میگین که گپ کسا گوش نمیکردین چطور بر شما نظر بدن که یا هنگ در نظر بگیم روزی را بخوان شما یا کل چیز ساز میبتن خب او برنامه کاملا فرق میکرد مثلا او تو نبود استادا بود که مثلا گپ استادا رو گوش میکنه او تو هم نبود نه گپ استادا اگه گوش میکردم مثلا نباید میخوندم چون هر شب مرا میگفتن نخوان حتی مادر جان و مرا تال نگفته که تو یک آواز خوب داری یا بخوان یا نخوان خب نخوان گفته اما بخوان نگفته حالا داری آواز خوب یا نداری خودت چی میگی عقل خب... چی میگه حاکم خسر خود هستی آفرین من راستش میگنم من آن بید ضعیفم که به ارباد بلرزم آفرین کار خوب اما اعتماد به نفسم 10 سال قبل بسیار زیاد بود بسیار یعنی از خود راضی بودم میخواستم کار ما پیش برم و حالا مثل که مریم جان گفت من میگذشتای خودم میبینم یگان دوستات حالا بر من یادآور میشن مثلا یک دو شب پیش که میمانی رفته بودم میگه خودت امو بودی که میگفتی سر استیج وقت بر زیاد چک چک میکنن میگفتی من رو تشویق میکنن و من آهنگ از یادم میره و براستی هم موسیقی پلی بک بود او زمان موسیقی لایف نبود در برنامه ستاره افغان ولی آهنگ لایف بود آهنگ لایف بود و من مریم جان می ترسیدم یک دختر که از قریه آمده و در سر استیج و اقدر صدا خواستک و رمی فام چک چک تشویق می بود که امو صدای موزیک در گوشم نمی آمد من از این می ترسیدم آهنگ از پیشم تیر نشد و می شد اما تو چندین دفعه شده و هر دفعه مرا گفتن که نخوان و در اون زمان بر من دوستایم می گفت لطیفه و فرینت از امی گوشت گپ میزنن از این دیگه گوشت ما برای میره و الان که در قصه شما باشی لطیفه جان نازنین اینمی که شما قدر راحت در مورد سفر هنریتان صحبت میکنین این نشان دهنده عزیز که شما چقدر کارتان بلد هستین درست است همیشه کمی کاسی همیشه است درست مکتب میری صنف اول تا 12 آدم زمین و آسمان فرق میکنه ولی هیچ وقت صنف 12 صنف اول تا قضاوت نمیکنی بخاطر که میفهمی شروع دنگ مکتب بود نه ولی ایره بفهم لطفه جان که من خودم یک آهنگ ترکمنی بسیار دوست دارم هر از گاهی گوش میکنم دمی مود آهنگای فارسیم که میرم دیگه اما آهنگ ترکمنی خود تا از آهنگش که جانم درد است و هم تو هنرمندای دیگه ماسته که میشنوم به نظر من با گذشته خود باید به او کسی که بودیم افتخار کنیم چون یک مبارز است با او همه سختی با او همه درست است کل چیز مطابق میل ما نبود ولی با وجود او هم گپ خورد نبود ولی من منتظر هستم بخیر یک از شما بشنم آیا کدام زبان دیگه هم تصمیم داره این آهنگ بخونیم چون ما اول گفتم با 4 زبان آهنگ خواندین درست راستی گپ یادت نره مریم جان صحبت که من موندم اینجا که قصه گلاو گپ گپ ارتیتان یادتان نره گپ ارتیت یاد امی از گفته مو سابقه مو از اتاق فرمان میگن یک وقتی کوتاه سلام مجدد گرم صحبت بودیم با خانم لطیفه عزیزی که یک دفعه گفتن که وقفه بگی پس دوباره آمدیم مریم جان من در مورد آهنگایشان میگفتم بخاطر که لطیفه جان با اونمو اراده راسخ که در کار خود داشتن امروز لطیفه عزیزی هستن که کلگی میشناسشان و بسیار کسا هم دوستشان دارن من مطمئن هستم خودم یکی از آهنگای ترکمنیشان بسیار زیاد دوست دارم و 4 زبان گفتم آهنگ خوندین نه فارسی پشتو ترکمنی و ازبکی و ازبکی عالیست تصمیم دارین کدام زبان دوباره اضافه کنین یا دوباره در بین این 4 زبان یک زبان انتخاب میکنین
تصمیم دارم بخیر آهنگ هندی بخوانم، انگلیسی بخوانم. زبانایی که نخواندیم، آهنگ از آرگی باید بخوانم. چندین زبان ها از کشور خودم مانده که باید بخوانم. بخیر انشاءالله تصمیم دارم بخوانم. چقدر خوب، من منتظر هستم و برای علاقمندایتونم خبر خوش باشه دیگه که بخیر تا که لطفه جان بتونن به مدل خودشان آهنگ تمام کنن باز تقدیم کنن به مردم. نمکه و بخورن اجازه است مریم جان که ما تجدید خاطرات گذاشته کنیم. مریم جان بله، لطفه جان مجرد که آمد سلیمان جان به امریکا اولین مصاحبهشون به خیال ما که امرای ما بود که مرا به عذاب ماند، به جنجالای خدا ماند. شیرنی شدادیم در مصاحبه، خودش میگه من به جنجال گرفتار شدم و روزانه حالا خاص خاطر رقصم روز ده تلفن میامد. او وقت روز 50-60 تلفن که شیرنی لطیفه را برکی دادی، آیا مادر پدرش خبر داره، آیا غیابی وکالت کردی و اگر از مذاقش تیر شویم. و مردم ما اینقدر در بعض جایا خوشقلب میشن که همه باور کردن. اونجا من فهمیدم که اندازه محبوبیت لطیفه در اجتماع افغانی چه در خارج چه در داخل چقدر زیاد است. حالا از خودش بشنوم که انعکاسات هم مصاحبه برای خودت چطور بود؟ آزاردهنده بود؟ مسئله شیرنی دادن بسیار آزار داد؟ خانم نظیره، یکی خواهمی مسئله شیرنی بود و گپ و دوام ممی بود که من گفته بودم روزای جمعه من میرم مسجد نماز میخوانم. ای گپ قدر که من براستی مسجد میرفتم نماز میخواندم، اما از سکیره در تیک تاک تا بالا نمیفهم چندین نفر است از این چرا باورشان نمیامد که نماز بخونی؟ باورشان میامد، دور یک چیز بسیار یک خراب جور کرده بودن که هر کس را مکس جور کرده بود که این اطال بر ما کمن میتن براستی روزای جمعه نماز میری. باور کنید مریم جان، ما بعد از اون نماز نرفتیم. از این گپ از این مردم ما شما گفتم. این مسئله خواستگاری ماند با چطور شد؟ این مسئله خواستگاری قسمی بود که اولین برنامه این بود. شیرنی داده بودم با طلبگارش کنش قد شد بر من تلفن کرد و بدوایت میکنیم. اولین برنامه ایم که آمدم اینجا که خانم نظیره جان بود و همون وقت یک چند تا عکس بود نمیفهم مسکی بود تا بالا می بردن مردم که مثلا من نامزاد شدیم یا عروسی کردیم باز به خانم نظیره جان که یادآور شدم. اینا از مذاق قمت و شیرنی مدادن و بعضی دوستا او را باور کرده بودن که من گویا راستی که من نامزاد شدیم یا عروسی کردیم. اون تا تو یک گپ نیست یک موقع هست لطفه جان خیست سوتا مجرد همینجا پیشری تا نظیره جان گفتیم باش که یک والا من یک شوخی میکنم اسب عادت، اما من همونجا میزان علاقه مندایش چی از اوی در جوانایی که واقعا طلبگارش هست. آره بگو که چقدر طلبگار داری، دل چقدر شکستاندی، دل چقدر به دست میری. همسر آینده کی خواد بود که امرو شهر سکار؟ نظیره جان من ایج عادت ندارم قلب کس را برنجانم، چی خانم باشه چی آقا باشه. و خیلی مستقیم دل شکستاندن است مریم جان. اجازه بده لطفه، وقتی یک کس تقاضا ازدواج میکنه میگه نه دل شکست آلیدی. نه دیگه او دل گر شکست دل از صدا میداشت یار خواب گران کجا میداشت. تو ده اینه کیس هستی مریم جان. نظیره جان سوال خودی باش که لطفه جان باز تیر خدا نبیارن. نه دیگه این دفعه باید ما چون ده کجا بودیم خواه دونم اونجا که آشقای زاد که آمد طلبگارا باز رفتن دیگه. خب از وقت که آمدیم خب پشت طلبگار نگردین، ما می گپ ما می خواهیم بگویم و خاطر که چی میگن امو خواستگارای ما مامور قمه است مثل خو که می آید و نمی بره. او تو خواستگار ما زیاد داشتیم. خب فعلا وقتش نیست قدر بله. مرسی کنم تا که یک انسان صحیح انشاءالله پیدا شوه بدون شک. خداوند بخت همگی کسایی که مجرد است باز کنه انشاءالله بله. بخت نیک داشته باشن. گپ از امی بود که من می گفتم خب ما شما وقتی که میاییم در پرده تلویزیون گپ میزنیم یا در سوشال میدیا در هر جایی که میباشیم کوشش کنیم که یک روحی خوب یک گپ خوب بزنیم. بله. یک گپ منفی نباید بزنیم از این که ممکن است قلب یگان تازرده شود. بله. و ما تیگه عادت ندارم. بله بنده است کافی در جای خود هستین لطیفه جان. این که یک قدر صادقانه در مورد خود صحبت میکنین خودش نشان میده که جایگاه بسیار بهتری از زندگی شما قرار دارین. و به نظر ما خوب است که در مورد این مسائل صحبت هم شوه که مردم ما میبینه و ما مطمئن هستم که خودت علاقمندم داری که یک عالم پیام یک عالم مسیج یک عالم گپای خوب میشنوی. کم از او بر ما بگو چقدر دلخوشی میباشه برات پیامای خوب و کسایی که علاقمندت هست پرسانت هم میکنه لطیفه جان که مثلا همیشه در ارتباط میباشن.
خب از دوستای نزدیکم خوب هستن همیشه. خب معلوم دار از دیگه دوستا همیشه تعریف تمی کنه چی خوب باشی نباشی خب نه دیگه ایتونی سعید باز بسیار به نظر من غیر منصفانه است. کسایی که چیزای منفی میگن باور کنین، کسایی که چیزای مثبت میگه اونا باور نکنین. خب من تو من مسیجا میای کل شب باز نمی کنم چون وقت هم نمیشه. مریم جان میفهمین خود تان اینجا مادر جانم کول زنگ میزنم میگم چه شب است اینجا روز است اینجا بشه روز دو دفعه تکرار میکنم میگم من خسته شدم سعید سکل این میفهمه اونجا شب است اینجا روز است اینجا روز است اونجا شب است. خب اما تو من تو تفاوت زمان است و یک گپ باید بگم که بسیار قلبم نازک شده از اندگرند شده مثل 10 سال قبل یا چند سال پیش من نیستم. از او خاطر بعضی گپای منفی آزاردهنده براستی آزارم میت از او خاطر کامنت های ما بسته می باشه. فقط اگر لایک کردن میکنن در غیر فکرت باشن نظیر جان کنم والا نه دلش نازک شده پشت مادر جان خدق شده. اما در این شب روز خبر شدیم که یکی از مدل های بسیار نازنین و معروف شدی. قربانتان معروف دیگه نه خب کم پیش نه و در جامعه افغانی و کشورهای منطقه شنیدم. خوب از دیگه نه و کم کم پیش میرم دیگه پناه به خدا انشالله که اول خوب میخوایم در هنر موسیقی که آمدم بعد از قدر جنجالا که پدر جانم مرا میگفت خودت یک کار را کردی مثلا بزاد همه قوم و خیش بزاد ما که مثلا یک چادر سیاره خب در اسم افغانی میفهمین یک دختر در تلویزیون بره گپ بزنه یا هر چیز برای یک چیز دیگه فکر میکنن که رسم غلط است. بسیار غلط است. میگفت یک چادر سیاره در سر کردی و آلی ایران پس کدام نمیتونی و ایره پس تو و تو باید امی اونر تا پیش ببری و من کوشش میکنم که امی رای مدامه بتام خدا به یک جای برسانم حداقل تمامش نشه 50% که در دل ما است به مو آرزوی مید خودش بدون شک ما برتر آرزوی موفقیت میکنیم. لطفا گپا تمام نشته مریم. نه ما یک چیز دیگه میخوایم بگم به شو رقم شاسنم یک زمزمه بر ما بدون شک یک زمزمه بر ما میکنه. و لطفا جان عزیز شما مطمئنا باز هیچ کسی کار نکردین بلکه به خاطر که خود تا زندگی تان است تصمیم از خود تان است به خود میتونین تصمیم بگیرین یک هنر انتخاب کردین و دو ما یک آهنگتون رو دوست دارم و بسیار ناراحت میشم کسایی که مثلا آهنگتون رو دوست داره با اونا کم توجه کنین و کسایی که منفی میگن زیاد توجه کنین. شما افتین به زبان ترکمنی و ازبکی هم آهنگ خواندین. هر دو زبان بلد هستین غیر از پارسی و پشتو؟ خب مریم جان خب من ترکمن هستم از قوم ترکمن افغانستان هستیم. از او خاطر خب ترکمنی زبان پدری و مادریم است و ازبکی هم چنان یاد دارم از طفولیت و پشتو را در پاکستان وقت مهاجر بودیم یاد گرفتم. و وقتی که پس افغانستان آمده بودیم و شامل شدم در مکتب من دری یاد نداشتم فارسی صحبت دری صحبت کرده نمیتونستم پشتو گپ میزدم صدای مکتب فکر میکردن من پشتو زبان هستم. حتی یادش بخیر استاد مضمون پشتو نام زرلشت مانده بود که به نام زرلشت مر صدا میکردن. خوش به حالتان به این زبان شما آشنایی دارین. من میخوایم به مردم عزیز ترکمن ما به ترکمنی یک سلام علیک کنیم. حتما چرانی. خب عزیز ترکمنر سلرهم منگز کب یخشگاریان همیشه سخت سلامات دولن همه لرنگز یخشگاریان سلرهم من حمایت دیدن اما تشکر بول جوابش چیست مریم جان؟ شما بگردیم من هم میخوایم چیز غلط بگردیم سلامت ما میگیم سلامت بولینگ راستی به ترکمنی شما گفتید اگه آهنگ ترکمنی شما دوست دارین همون رو برتان اگزم زمان کنن اگر دوست داشته باشن من خوش میشم. مشکل نیست جان یک آهنگ جنگی نمیکنه. حالا من خوب پیشتر گفتم که به ایشو سنم رقم یا سنم شاه سنم امی بیخی شارید مخصر چه خوبش هست بسیار دوستش دارم امون مورد توجه هم هست خیر اک چیز دیگه اشکال کن خب اگر نمیشه نه شارید یا دمودش نیسته مشکل نیست اما نمیفهم خواهد من امور یک کم دل کشت خیلی بناز میروی یارم نخ پانج بدل خود سن زمان بدل خود سن زمان چی بخارم؟ امو لطیفه را در درون تان کمیشه هر کدوم شکل دوست امو لطیفه یک در درون تان همیشه بدونه که بگاه چی میگفت آهنگ خواند امو را بیدار کنیم اما اولین آهنگ را که در ستاره افغان خواندید او را پس پسال کدوم وقت دیگه کوشش کردی که بخوانی که چی تغییر اولین دفعه اولین بار که تلویزیون رفتم آهنگ خواندم فکر کنم
خداوند مغفرتشان کنه. از غزال جاوید بود، هنرمند پاکستانی بود فکر کنم، از اونا را خوانده بودم. و دور دوم که من آمدم ظاهر شدم در تلویزیون که 160 بهترین بود، بر آهنگ چمن چراغان خواندم. او را در تلفون من ایفام دارم ندارم، خب بسیار جالب است. حتی امو نمره میگن چی میگن؟ نه ایفا فعلا یادم نیست. امون هم برای کنجلتان بختره او از پیش من کنده شده بود. کنده شده بود او را که چیز امو پلستر پلستر سفید ما او را چسباندیم. بسیار جالب است من خودم. او خو یادم نیست چون من بعد از امو هیچ امو آهنگ زمزمه نکردم. اون تا آهنگ از یک آهنگ خود زمزمه کنیم، مشکل فقط حافظه تان خوب است. هر کدام که بخواید ترکمنی ازبکی از این خاطر سخت از هنرمند شدن این آلر جمیل باز مرد دوست اخ میمونی و برین دوست هر جایی میرم زم با اینمی مریم جان باید بگم که اول هم خوب بود. مثلا من در افغانستان که بودم فقط از این آهنگ در او آهنگ میرفتم تمرین میکردم، آهنگم ثبت میشد. من از او آوازخانه نبودم که دارسی بخوانم یا در مفلا در سالگره شب نشینی ای جایا من همی رفتم. فقط از این برنامه در او برنامه برو بخوان، او هم پلی بک لایف نمیخواندم دیگه. از او خاطر کمک بر خودم هم مشکل است. خب بازم مشکل نیستم، یک زمزمه میکنم که نه چیز نه اصلا دام منتظر است و شما هم که سرما صدا کردین. ما کاملا اختیار دست خودتان میمانه، انتخاب از شما. امو یک استلاس وقتی که طفل میباشن طفلا و من پدر و مادر وقتی یک چیز نو طفلشون یاد میگیره هر میمونه که نه اولین کاری میگن تو بیا بچیم خواندن یاد گرفت. اینا پدر میگن پاپا هر بچیم روزی خواندن یاد گرفت تو بخون بچیم. بیچاره با وجودی که بسیار اصلا طفلا اصلا دوست ندارن این کارا بکنن ولی فشار میاد. بر فشار میاد. حالا اگه شما دو نفر فشار میارین نه نه خیلی فشار نمیاریم. یک سال دیگه پیش از اینکه مودت درست شه برای خواندن نه حالا فشار آوردین دیگه تیر تا نبرین فشار آوردن دیگه سر شما من دارم. نه من چیز نگفتم فشار آوردن گوشای دانا واقعا میگیره بگی خدا اینمو تو اینمو تو یا پروانی بخیر. از کوچه گذر نکو سری بام استم، بیهوده سخن مزن که بدنام استم. بدنام استم ده قید و زندان استم، کارای کدوم حال پشیمان استم. هی بالا 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 میری مکی تو بالا میرم، تو یار بگیری مدم از آرام میرم. تو یار بگیری بر ما خوشحالی میشم، آه بکشم بغلت خالی میشم. تشکر بسیار زیاد. با وجود که سرش فشار آوردین زمزمه کرد با سرما. نه خدا نکنه فشار نبود دیگه. خب سرما و مریم شتوش باشه که کمی یادشان میاد لطیفی درونشان بیدار شه و آهنگ بخونن. براسی ها مریم جان ما بی خیادم رفتیم. من یک مادر خوانده دارم اینجا، خانم از هندوستان است، مادر خوانده ایم است. او خیلی کتم مهربان است، محبت میکنه. از ما پرسان میکنه میگه تا امروز لطیفه ما به تو گفتیم برو درس بخوان خواندی بروی تو کو برو تو کو، منتها تو نگفتی که خودت چی میخوای. به ما هر دفعه که میبینه با ما گلونم پر میشه. ما میگم ما از وقتی که اینجا اومدیم ما رای ما گم کردیم مریم جان. من نمیفهم چی کنم کجا برم، کوشش خودم میکنم. لطیفه جان عزیز ما درکتون میکنم بخاطر که در این شرایط اما هستم و هم شما هستین و اشکتون رو درک میکنم. ولی من فکر میکنم بخاطر از اینکه ما کل چیز ضرب صفر شد بنوی آمدن در کشور جدید وقت مزه می ته که زندگی جور باشه در کشور خودت نه. ولی ما را ببخشید گشتم گرفتم مزم روز اول لطیفه گیریان. خواهش میکنم حالا برنامه در کومن نوشته میکنن، حالا باز برنامه را بینن میگن باز این جرف گریه کرد. منتها دلم زیاد پر است، من نمیتونم در پرده تلویزیون گریه کنم چون بر من تا حالا تا نمیتین. من وقت خو خورد بودم، او تا نبود که در کت شیر چوشک ما آمده باشم. یگان تا میگم بسیار خورد بودم، هنر موسیقی را دوست داشتم، آمدم نه این فهمت بود تو بود. من قدر خورد نبودم منتها در عین بلوغیت بود نوجوانی. خب ما در پالی لطفه جان استاد میشم و از شان حمایت میکنم. بخاطر از لطفه جان خود ما هم یک دختر هستیم، از امو اجتماع در امو جا پیدا شدیم، در امو جا افغانستان بزرگ شدیم و خب میفهم چی میگی. ما روزی که خورد بودم میخواستم بگویم که ما یک وقت در رسانه کار میکنم یا میخوایم از خود یک بزنس لباس داشته باشم.
میگفت جور میشی، کلگی میگفت جور میشی یک وقت. و چقدر مثلا مادر من حمایت کرد، پدر من حمایت کرد که امروز مردوش هستم، من در رسانه کار میکنم، من برند لباس خود دارم. نقد همیشه زیاد است، متاسفانه درک باید داشته باشه مردم ما مشکلات خود دارن. نه متاسفانه ما قضاوت های بیجای است، ولی داخل روز میفهمم که اگه بفهمن کارشان اشتباه است متوجه میشن. خدا کنه پیش از دیر شدن بفهمین. وقتی یک نفر مرد چی فایده کوره بگوین؟ ولا آدم خوب بود، ولا زیاد آزارش دادیم، ولا اوت شد، ولا اوت شد. نه خدا نکنه تو هم دلت نازک شد، ما هم پالوی مریم جان استاد میشم اینه جز تابی. شما خوب براستی از خانم ها زیاد حمایت میکنین، همچنان مریم جان خیلی خوشحال استم که باز خودت میبینم. همیشه خانم ها دست کم خدا نگیرین. ما بسیار از صحبت های بسیار بی آلایش داشتی و امیدوار هستم که زندگی را بخیر به مسیری که میخوایی ببری. تشکر میکنیم از اینکه دعوت برنامه ما را پذیرفتی و آمدی و امروی ما صحبت کردی. درد دلم شد، درد دل کردی و گپ زدی. فقط به عنوان کلام آخر از خود دی برنامه ما، برای فعلا چی گفتنی داری برای هوادارایت، برای علاقمندایت، برای دوستایت، برای کسایی که مثل خودت دشمنای دوست دارم مثل خودت زندگی را دوباره از یک جای شروع میکنن که بخواست خودشان نیست، فقط در جای میان ای که چی گفتنی برای به او ایده از آدم ها داری که منتظر هستن که یا خودت میخواین صحبت های خودت در این مورد بشنون که خودت وقتی در اینجا آمدی زندگی را دوباره شروع کردی، اما احساساتت، عواطفت در این مورد چی است؟ خب هدایت جان عزیز، باید بگویم که من 10 سال قبل وقت در برنامه ستاری افغان رفتم، از درس و خوازگار و از یمی ایجار جنجال ما فرار کرده رفته بودم. کس نبود که مرا بگویه برو والا بسیار آواز خوب داری، برو در تلویزیون بخوان. و تنها شوق ما ممی بود که خودت در تلویزیون ببینم. و بعد از 10 سال که زندگی نمیفهم پس سر شد، ما پس حالا رفتیم از همون جای کیلا کردیم درس میخوانم، از همون جا باید پس کل چیز خودم پس سر بیرم. پس بسیار مشکل است. ما وقت 18 ساله بودم و حال 28 ساله شدیم. 10 سال گذشته، مثلا 10 سال گذشته تا پس همو از همو سفر شروع میکنی، خیلی مشکل است. میفهم به همه کسایی که مهاجر شدن مشکل است. شما دوستایی که میبینین فکر نکنین ما بسیار زندگی راحت آرام داریم، اوتا نیسته. همونطور که شما جنجالای خود دارین، ما هر کس زمو حد خود و به لول زندگی که دارن دارن. اتفاقا ما از شما سپاسگزار هستم اومدین. ما امیدوار هستم غیر از برنامه ما و شما ببینیم با هم قصه کنیم کمه. تشکر که در برنامه آمدین. و باید بگیم که در جامعه که ما بزرگ شدیم، نه سیستم درس خوب بود، نه سیستم جامعه خوب بود، نه هیچ چیز، کل چیز مشکل داشت. و از مردم توقع میگوست که در اون سیستم ما را مقایسه نکنن کت هنرمندا، کت گوینده های امریکا و لندن اینجا، بخاطر که اونا مملکتشان فرق میکنن، سیستم درسشان، کل چیزشان. به این خاطر با اون کمیکاسی هایی که داریم باید ما با هزار حمایت جنجال ذهنی ترو نشیم، زده نشیم، زخمی نشیم، هزار گپ دیگه. حالا امیدوار هستم که یکم با دید مثبت در اینجا همو زندگی که 10 سال پیش گفتی از پیشت مانده بود دوباره شروع کنی و موفق باشی و هر رقمی که خودت میخوای زندگی کنی. بله، همه تو همه کی و گذشته از با مزرعت مریم جان میگه نوز اولش قصد سفر دنبالا داره. بله. در این جای شک نیست. اجازه بتین من چند کلمه برای لطیفه جان، منعیس خوهرش، مادرش، یک وطندارش، منعیس یک خبر نگار، از تجارب خود بگویم. در اجرت زندگی سخت است مریم جان و لطیفه جان، بر اردوش شما تازه واردین هستین، ما که آمدیم چقدر تجارب سخت را گذشتاندیم. میگه در بیوطنی گل به نظر خار آید، هر لحظه غم آید و تکرار آید. دیگه خودت باید مجادله کنید. اول من گفتم که من آن بید ضعیفم که به هر باد بلرزم. قربانی و اشکای گریه دادیمش مریم. من بسیار برنامه داشتم که امروز خنده میکنیم، شوخی میکنیم، به گذشته میریم، اما قربان اشکایت واقعا گریه کردی. گریه هم بعضا شفای دل است لطیفه جان. امیدوار هستم که اشکای تو به مروری تبدیل شوه. من بعد کنار مریم جان که هم سن سال هستین، شما هم عقیده هستین، هم مسلک هستین و اصطلاح در قسمت مدلنگ و طراحی لباس، رفیق خوب باشی مریم برش.
دوست خوب باشی و عدم حضور مادر پدر خدا باید تشکر کنه. لطیفه سر همی معق داره. بله و از حضورشان و از سوالای کردین و از نصیحتای خانم نظیره کریمی حتما آویز گوش خود میکنم. البته ما هم گوش میکنم و امیدوارم بیننده‌های ما که میبینن اما که لطیفه جان با در مورد یک موضوع کلان اجتماعی گپ زد همه ما دست پاگیر هستیم با این موضوع را گوش کنن و متوجه چیز باشن. همیشه کوشش کنیم که با تشویق بکنیم، کمک بکنیم تا جایی که دست ما میرسه و تا جایی که شما با سخنانتان که باعث حوصله افزایی شدین تشکر. یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. هفته گذشته با مطمئن هستم کسایی که در صفحات مجازی فعال هستند اونا یک تعداد از عکس های بسیار قشنگ مربوط به یک مناسبت بسیار زیبا را دیدن که من چنین مناسبت هایی را بسیار زیاد دوست دارم. تصاویر با هم یک جا میبینیم و میفهمین که من در مورد کدام مناسبت گپ میزنم. در مورد روز فرهنگ هزارگی چه قشنگ است چنین مناسبت ها، چنین روزهایی که ما در مورد فرهنگ های مختلفی که در کشور داریم در مورد یکشان آگاهی پیدا کنیم و زیبایی های شایی بینیم، چیزی که ما بیشتر از همه در زندگی خود برش نیازمند هستیم. هفته گذشته نزده ماه می روز فرهنگ هزارگی بود که در کشورهای مختلف از طرف شهروندان افغانستان کشور خود ما تجلیل شد. تصاویری که برای ما رسیده همچنان میبینین که نشان دهنده این روز است و شماری از شهروندان افغانستان و پاکستان در کویت پاکستان این روز تجلیل کردن که فقط میبینین خودتان که چقدر زیبا است و همچنان فعالان فرهنگی و کاربران رسانه اجتماعی افغانستان از این روز در فضای مجازی نیز گرامی داشت به عمل آوردن که به نظر من یکی از قشنگترین تصاویر و ویدئویی بود که ما هفته گذشته بیننده بودیم. شما هم اگر فعال بودین دیدین، من خودم که یک سر زدم به سوشال میدیا دوستایم دیدم که استوری مانده بودن در اینستاگرام، عکس پست کرده بودن. باز به ما یک کمک انگیزه میده که مثلا اگر زاینده بتانم روی فیشن یا لباس مردم از آره ما کار کنم، باز من چشم بلد می باشه که مثلا چی رقم لباس می باشن، چی رقم خودت خواهم چی میگن، هر کس مطابق با موزوق و علاقه خودش از علاقه خود در لباس یا پاس. واقعا ملت ها زیباییشان از تنوع فرهنگ هایشان است. فرهنگ های مختلفی که ما در وطن خود داریم هر کدام زیبایی به خصوص خود داره و هر کدام ما یک چیز را از هر فرهنگ دوست داریم. بله. بستگی به این نداره که مثلا ما به کدام فرهنگ خود ما وابسته هستیم. شما چی را مثلا می خواهم پرسان کنم از فرهنگ از آرگی صحبت کردین، خانم نظیرم شاید از خدا بگیم شما مثلا دی چی شد بیشتر دوشن جدا از لباس که شما در حال بخش لباس جدا از لباس نگین. ما سلیمان جان و نظر جان یک سک فکر میکنم که همیشه ما شنیدیم زندگی زیبا، دنیا زیبا است. برای خودم در اون مملکتی که ما مثلا به دنیا آمدیم کلان شیم زیبایی کم دیدیم، کجای ازی زیباست؟ بعد میبینی که نه، اما قسمت زیبایش ما تصویر نداشتیم یا نتونستیم ببینیم. اینی مناسبت ها باعث میشه که اون زیبایی ها بیایه و ببینیم و بفهمیم که تنها در کشور ما نی، از کشور ما تا خارج در ممالک دیگه، در کشورهای دیگه چقدر فرهنگ ها هست، چقدر زیبایی ها هست که ما کل عمر به اینا بپردازیم هیچ فرصت نمیمانه روی تصاویر منفی و مخرب بریم. درست است دیگه. ما خودم شخصا مر از لباس لطفا دور نکنین و امی دوزیا که از روی تکانه چقدر یا قشنگ دوست داشتن اگر پرده هستن، اگر به نان سرخان استفاده میشن، یا اگر مو صمیمیت و گرمی که در بین یک خانه درست مثلا سر یک تشک ششتی در سرخان آوار است و فامیل تا میبینی دیگه. من رو بسیار مزه داد و امیدوار هستم که چنین مناسبت های در مورد فرهنگ های مختلف کشور ما میشه داشته باشه. و چه خوب و چه خوب که وطن های عزیز ما خارج از افغانستان این روز تجلیل کردن و به یادش هستند. ملیت ها بر هنر و فرهنگ زنده هستند. اتفاقا دیشب من به یک محفل فرهنگی کشور ترکیه رفتم که ما با ترکیه هم وجوهات بعضا مشترک داریم. غذایشان به نمایش گذاشته بود، غذا، رقص، مثلا آواز، همه جزء فرهنگ است و خود دیپلماسی فرهنگی هم در نزدیکی کشورها چقدر مفید است. اینا غذا را به نمایش گذاشته بودن، غذا بود، رقصایشان بود. همین مسئله که امروز از سر آغاز کردیم که رقص ما مورد توجه دوستا قرار گرفت،
دیگه به هر صورت فرهنگ بسیار مهم است، ملیت هم برای هر فرهنگ زنده است. بدون شک، بدون شک. و چقدر خوب است شما چنین برنامه همیشه اشتراک میکنین نظری جان. امیدوار است ما بتانم یه موقع یک وقت پیدا کنم برای تو برم باشم. خودت نظری جان هر وقت بخلم که دعوتش همیشه باز با خودت خود یک کمی مشکل خودم کارش قد زیاد است که هر دفعه که تلفن میکنم میگم مصروف است. مثلا اگه مسئله خوراکی گفت ما بشم مجیب جان یادتان نه. بدون شک. یک مطلب دیگه هم مطلب جالب دیگه هم داریم در رابطه با یک خانم دیگه از کشور عربستان سعودی. بله. که به فضا رفته. بله، میگه پرنده از زمین برخواست بالا رفت، پرنده سوی اوج کهکشان ها رفت. واقعا این دومین خانم مسلمان است که به فضا میره و به خاطر تحقیقات روی مسائل سی از جمله سرطان پستان میخواهد تحقیقات کنه. البته خانم مسلمان دیگه که قبل از این به فضا رفت به نام انوشه در سال 1385 به فضا رفت از طرف توسط یک سفینه روسی و این بار این خانم شجاع و دلیر و هم از یک کشور اسلامی معد ظهور اسلام یعنی عربستان سعودی به فضا رفته همراه چند تن از آقایان. این خیلی جالب است و بر من از ابعاد گسترده و مختلف مهم است و مسئله مهمه که خیلی به اصطلاح سوالا را برانگیخته. زنهای افغانستان، زنهای کشورهای اسلامی، اسلام اتفاقا سلیمان جان یک اسلام است، قربان شوم خدا را یک بام و دو اوار. ای در حال است که زنها در افغانستان از ابتدایی ترین حقوقشان بی بهره هستند و در کشور عربستان که هم یک کشور اسلامی است ماشاءالله زمان به فضا میره شاد میگردم چرا غیر که روشن میشود. خدا نخواسته باشه که من احساس اسادت کنم اما یک توجه برای زنهای افغانستان هم بگه دیر آمده شد خوشحال میشه. ما به خانم نامشون راستی یاد معرفت بگیم، نامشون خانم ریانا برناوی است. با موفقیت هرچی بیشتر برشان آرزو میکنیم. امیدوار هستیم که دیگرا هم رفتار عربستان سعودی را امور هم که از دیگر چیزاش پیروی میکنن، این رفتار در قبال خانم‌ها و در قبال مسائل روزمره دیگر هم الگو قرار بتن و بتانیم که خانمایی که در حصار خانه‌هایشان قرار دارن دوباره اجازه پیدا بکنن که برن به حقوق اولی خود رسی پیدا بکنن و بالاخره ما خانمایی رو داشته باشیم از افغانستان که برن به فضا. اول فعلا واقعا خیلی تغییرات آمده مریم جان در کشور عربستان. واقعا با امید همونطور با امید همچو روزی که ما دیگه در جستجوی یک گزینه نباشیم که برای خانم ها فقط درخواست بکنیم به اقشان برازن، همیشه حقوق اولیشان باید به دستشان همیشه باشه. بله، من فکر میکنم یک اتفاق بسیار خوب است، چی در عربستان، چی در امریکا، چی در هندوستان، هر فردی که میتونه در یک کار پیشگام شد و مخصوصا اگر خانما باشه بسیار مرا خوشحال میسازه. اینمی است که ما گلشن بمیگیم و میخواییم امی حس خوب بشه هم ما بگیریم و هم به شما انتقال بتیم. فکر میکنم به پایان برنامه رسیدیم. فکر میکنم بسیار حرفای خوب، یک مهمان بسیار نازنین بودم. کار صحبت ها شیرین است. همو گفت هم میزنیم که میگیم یار زنده صحبت باقی.